با سلام، خوشحالیم که اومدیم باز با یه برنامه جدید اومدیم در خدمتتون باشیم تا بتونیم با اطلاعات جدیدی که بهتون میدیم به نحوه صحیح عمل کردن شما توی دستگاه ها کمک کنیم. خب بریم یه برنامه ببینیم، برمیگردم در خدمتتونم. امروز میخوایم این دستگاه دوچرخه ثابت که دوچرخه ثابت نشسته است و این مدار چهره ظاهریش با دوچرخه های دیگه فرق داره رو با شما توضیح بدیم. خب ما عادت کردیم که دوچرخه ها رو بشینیم و از بالا رکاب بزنیم، دسته رو به سمت جلو بگیریم، خمشیم دسته رو به سمت جلو بگیریم، ولی این دوچرخه کاملا ماهیتش فرق میکنه. شما باید بشینید روی این جایی که من نشستم و دست های بغل رو بگیرید و رکاب بزنید. از لحاظ عمل کردم تا حدود این دوچرخه فرق میکنه. عمل کرده این دستگاه بیشتر از اینکه بخواد به ساق پا، عضلات دو قلوی پاتون و چهار سر رون فشار بیاره، بیشتر فشارش روی عضلات کشاله رون پایه. این دستگاهی که اینجا هست مثل تمام دوچرخه‌های دیگه هم مکانیکی داره هم مغناطیسی. این دستگاه مغناطیسیه. 8 درجه تنظیم مقاومت داره که این مقاومت با یک قامه پلاستیکی که اینجا هست تعبیه شده. مقاومت این دستگاه 3.5 کیلوییه. اسکناش هم مثل تمام دستگاه دیگه مغناطیسی اسکن سرعت، زمان، مسافت، کالری و ضربان قلب کامل داره. یه سری دوچرخه جدیداً وارد بازار شده که اسکن چربی بدن و درصد آب بدن هم نشون میده. البته باید بگیم چربی بدن و آب بدن یه چیز تخمینیه. علاوه بر این که اسکن چربی و آب بدن داره، میزان کالری که شما در زمان استراحت هم از دست میدین اسکنشو داره. این دستگاه دقیقا مثل تمام دوچرخه‌های دیگه عمل میکنه. شما باید روی این صندلی بشینید، رکاب بزنید. خب مثل تمام دوچرخه‌های دیگه و تمام دستگاه‌های دیگه شما باید تو موقع انتخاب این دستگاه به یک سری مسائل دقت بکنید. این مسائل از این اهمه که شما باید به LCD این دستگاه توجه بکنید. اولین مورد، LCD دستگاه حتما باید داره اسکنر کامل باشه. اسکن سرعت، زمان، مسافت و کالری و ضربان قلب. دومین موردی که شما باید دقت بکنید توی این دستگاه اینه که قامه این دستگاه از صندلی بتونه جدا بشه. یعنی قامه و صندلی دو تیکه باشه و قابل تنظیم باشه. البته متاسفانه این دستگاه ها قابلیت تنظیم ارتفاع نداره، ولی قابلیت تنظیم طولی داره. دومین چیزی که باید مد نظرتون باشه این دستگاه شاسی محکمی باید داشته باشه، چون شما در روی زین کاملا نزدیک به سطح زمین نشستید و حرکتاتون خواه نخواه یه مقدار به چپ و راست بیشتر از دوچرخه معمولی میشه و حرکت پاتون از رو به رو زده میشه. باید دقت بکنید که عرض خوبی داشته باشه. اگر عرض پایه های این دستگاه کم باشه، متاسفانه بعد در حین ورزش شما رو به زمین میزنه مثل یک دوچرخه معمولی. دومین موردی که شما باید دقت بکنید دو تا زین این دستگاه است. زینی که شما این دستگاه داره باید کاملا نرم باشه، چون شما مثل زینای معمولی نیستش که یک حالت هفتی شکلی داشته باشه. این دستگاه یک زین کاملا داره که شما باید مثل یک صندلی روش بشینید. پس سعی کنید از زینی استفاده کنید که نرم باشه، پشتی نرمی داشته باشه که در موقعی که شما در رکاب میزنید و به پشتی فشار میارید پشتتون اذیت نشه. در مورد دیگه، مورد دیگه که باید دقت کنید بهش خود پشتی این دستگاه است که استوار باشه. یعنی موقعی که شما دارید فشار میارید به پدال ها پشتی به عقب خم نشه. یکی دیگه از مواردی که شما در هنگام خرید این دستگاه باید دقت بکنید اینه که سر دستگاه باید سنگین تر از عقب دستگاه باشه، چون که اگر شما دسته جلو رو بگیرید فشار زیادی رو به دستگاه میارید. پس اگر سرش سنگین تر نباشه متاسفانه سر دستگاه یه مقدار رو به بالا میاد. خب تا اینجا تا حدودی با ماهیت اصلی این دستگاه آشنا شدیم. میریم سراغ نحوه عملکرد این دستگاه که بریم چیزی ببینیم، با هم برمیگردیم.
خب بینندگان عزیز، تا اینجا با نرمش‌های در مورد دستگاه‌های دوچرخه ثابت آشنا شدیم. البته این نرمش‌ها یک نرمش‌های تقریبا میشه گفت عمومیه. می‌خوایم یه سری نرمش‌های تخصصی هم ما به شما یاد بدیم که اصل این نرمش‌ها فقط واسه ورزش دوچرخه سواریه. من از همکارم دعوت می‌کنم که بیاد اینجا و این نرمش‌ها رو به شما آموزش بده.
خب دوست عزیز، میخوام در این قسمت شما رو با نحوه استفاده صحیح از دوچرخه ثابت نشسته آشنا کنیم. همکار من الان روی دوچرخه میشینم و من توضیحاتی رو خدمت شما عرض میکنم. در موقع استفاده از این دوچرخه دقت بکنید که اول طول دوچرخه رو واسه خودتون تنظیم کنید. به این طریق که دسته زیر این دستگاه تعبیه شده که شما میتونید طولتون نسبت به قدی که دارین تنظیم کنید. دومین چیزی که باید تو این قسمت تنظیم بکنید اینه که تسمه‌ای که دور پدال هست رو واسه پای خودتون تنظیم بکنید، که این سعی کنید به این طریق تنظیم بکنید که بهش عنوان پاتون از روی پدال در نره. یادتون باشه هنگام استفاده از دوچرخه حتما از سرعت کم شروع کنید و با گام زدن یواش، خیلی یواش، به طرزی که فشار عضلانیتون خیلی کم بشه. یادتون باشه حتما دوچرخه رو بعد از ورزش‌های تخصصی، نرمش‌های تخصصی خود دوچرخه استفاده کنید که به مهره‌ها مخصوصا به مفاصل پاتون آسیب نزنید. دوچرخه ثابتی که اینجا هست اسکن سرعت، زمان، مسافت، کالری و ضربان قلب رو داره. دکمه مودی روی این دستگاه تعبیه شده که شما وقتی دکمه مود رو فشار بدید اسکن دونه دونه روی هر کدوم از این آیتم ها زوم میکنه و اونو نشون میده. مثلا اگر دکمه مود رو یک دفعه فشار بدید میاد روی دیستنس یعنی فاصله، مسافت، بعد میاد روی کالری، بعد میاد روی ضربان قلب و بعد میاد روی زمان. به این طریق شما میتونید تمام آیتم های بدنتون رو تحت کنترل خودتون داشته باشید، یعنی بدونید که چه مقدار کالری از بدنتون رفته و ضربان قلبتون در چه حدیه و یا سرعتتون در چه حدیه. به این توجه داشته باشید حرکتتون باید پلکانی باشه، یعنی شما از یک حرکت یواش شروع کنید برید بالا و بعد از اینکه به ماکسیموم قدرت و ماکسیموم توان خودتون رسیدید بعد حرکت صعودی نزولی داشته باشید و به پایین بیایید. هیچ وقت سعی نکنید که یک دفعه سرعتتون رو افزایش بدید و یک دفعه قدرت دستگاهتون رو افزایش بدید. این عمل باعث میشه که شما به عضلات پاتون صدمه بزنید و عضلات اسپاس بگیرن و یا گرفتگی عضله واسهتون پیش بیاد. خب همینطور که میبینید الان تقریبا 3 دقیقه ایشون ورزش کردن. مسافتی رو که طی کردن تقریبا 1.1 کیلومتر طی کردن. کالری که از دست دادن 27 کیلو کالری از دست دادن و زمان ضربان قلب ایشون 106. حتی خب ایشون احتمالاً یه مقدار مشکل قلبی هم خواه نخواه دارن. سرعت ایشون هم الان در حال حاضر 10 کیلومتر در ساعته. سرعتشون یه نواخته، یعنی در حال حاضر سرعت یه نواختی رو دارن پی میرن. خب سرعتتون رو افزایش بدید. من فشار این دستگاه رو زیاد کردم، یعنی فشار این دستگاه رو تقریبا 2 برابر کردم تا ببینیم بعد از اینکه فشار 2 برابر شد چه مقدار کالری از بدن ایشون خارج میشه. به این توجه داشته باشید که موقعی که در حال استفاده از دستگاه دوچرخه هستید، چه این دستگاهی که دوچرخه ثابت نشسته است و پشتی داره و شما کامل میتونید به اون تکیه بدید، چه دوچرخه ثابت های دیگه‌ای که پشتی نداره و ایستاده تره، توان سعی کنید که کامل به سمت عقب تکیه بدید. سعی کنید ستون مهراتون صاف باشه، سر جلو باشه، سعی کنید روبروتون رو ببینید. در موقع استفاده از دوچرخه سعی کنید حتما یک موسیقی ملایمی توی منزلتون نواخته بشه. این هم باعث میشه که شما بیشتر به ورزش رو بیایید و ورزش تأثیر بیشتری روی شما داشته باشه. مورد دیگه که باید دقت بکنید اینه که اکثر دوستان دستگاه دوچرخه رو در توی منزلشون که میذارن نزدیک تلویزیونه. متاسفانه تلویزیون روبروی دستگاه نیست و مجبورن که یه مقدار گردنشون رو خم کنن واسه دیدن تلویزیون. این موضوع کاملا ضرر میزنه به اندام ستون مهره‌هاشون و مهره‌های گردنشون. سعی کنید تلویزیون، اگر میخواید از تلویزیون نگاه بکنید حتما روبروی دستگاهتون باشه و در ارتفاع معینی باشه.
روی این دستگاه دکمه تعبیه شده به نام دکمه ریسیت. شما بعد از اینکه هر شخص که از دستگاه استفاده کرد، شخص بعدی که میخواد از دستگاه استفاده کنه که برای اینکه بدونه زمانش، مسافتش، کالریش و ضربان قلب تمام این آیتم ها صفر شده، میتونه از دکمه ریسیت استفاده کنه و این کاملا دستگاه رو صفر کنه و از نو خودش رو به کار کنه. خب یکی دیگه از آیتم هایی که شما باید دقت بکنید به اون تنظیم طول دستگاه است. یادتون باشه اگر طول دستگاه رو خیلی نزدیک بکنید به صفحه اصلی، به جلوی دستگاه، فشار بیشتری رو روی شکمتون میارید. دوستانی که در ابتدا میخوان این کار رو انجام بدن، باید میخوان از دوچرخه استفاده کنند، باید فاصله شون از دستگاه بیشتر، فاصله طول بیشتر کنند تا فشار کمتری رو بیاره و به مرور این فاصله رو کم کنند. موضوع بعدی راحت بودن روی دستگاه است. شما یه سری دوستان خیلی سفت خشک روی دستگاه میشینن و فکر میکنن که حالا چه کار خاصی دارن انجام میدن و بعد از یه مدت خیلی سریع خسته میشن. سعی کنید در موقع استفاده حتما احتیاج نداره دستاتون رو بگیرید. ریلکس باشید، دستاتون رو آزاد بذارید. سعی کنید به تلویزیون، به موسیقی گوش بدید. سعی کنید اگه میشه با تلفن صحبت کنید. طوری باشه که سعی کنید این تایم ورزش کردن رو یادتون بره. زمان واسهتون زودتر بگذره. توی قسمت جلوی دستگاه، توی مانیتور دستگاهمون دکمه‌ای هست به نام ست. شما با دکمه مود میتونید روی آیتم‌های تایم، دیستنس، فاصله، کالری برید و با دکمه ست اینا رو تعریف بکنید. چه مثلا زمانتون چند دقیقه میخواید ورزش بکنید، چند دقیقه میخواید، چه مقدار مسافت میخواید بپیمایید و یا اینکه چه مقدار کالری میخواید از بین ببرید. خب با این دکمه ست و مود میتونید این تایم، این مقدار مشخصات رو تنظیم بکنید. یادتون باشه قبل از اینکه بخواید از دوچرخه استفاده بکنید، حتما روی پدال ها نواری هست که این نوار باید حتما چفت بشه به پای شما. این پدال این نوار رو حتما واسه خودتون تنگ کنید به طوری که پاتون کیپ توی پدال قرار بگیره. خب دوستان برنامه رو دیدید. فکر نمی کنم خسته شده باشید امروز. خب سوال امروز ما اینه که بهترین تایم استفاده ورزش، بهترین تایم ورزش کیه؟ البته واسه لاغر شدن و به چه دلیل؟ دلیلش رو واسه خودتون داشته باشین، ولی بهترین تایمش رو واسه ما ایمیل کنین. ایمیل آدرس ما در زیر صفحه هست. حتما با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی، مطلبی هست با ما در ارتباط باشید. اگر نقدی دارید حتما به ما بگید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.